سلام با کلی شما بیننده های بسیار عزیز تلویزیون سینما و یک سلام خاص دیگر هم داریم با همه اون افرادی که دوستوری به وسیله سیر کینو هستند و برنامه اسرار فیلم آفری رو هر هفته از این شبکه دوست داشتنی تماشا میکنند. اگر ماتماتیکا و موسیقی دو زبان جهانی باشند، پس سیوم آنها فیلم است، گفته سالیم امریکای فرانک کاپریو. ولی اگر اون فیلم باز در ژانر مساکا آماده شده باشد، دیگر حاجت گپ نیست. امروز دوستان عزیز ما در این نشر برنامه اطراف یکی از چنین آفریده ها برای شما معلومات می دهیم. پری از پس کوه قاف. این چگونه فیلم است و با چه زحمت روی لنتای کینو نوار برداری شده است؟ لطفاً در تهیه این نمایش ما با اکثر هنرمندان کلیدی و کارگردان آفریده مذکور صحبت داشتیم که فیشورده آن را در جریان نمایش منظوری شما میگردونیم. بیایید اکنون دوستان عزیز یکجا باز شاهد یکی از فیلم های سینماگران وطنی میگردیم. فکر میکنیم موضوع برایتان جالب خواهد بود و ما را تا آخر همراهی میکنید. دریغ دریغ، انا حالا من میخونم تو گوشن دوست. فضای سینمای ملی را با فیلم های مذهبی فرا گرفتن اخیراً مقصدی اساسی کارگردان های است که نفس نفس دلهایشان برای رشد کینای وطنی در تپیش است و میخواهند از رشد این سوها در تاجیکستان دفاع نمایند. یکی از این گونه کارگردان ها تایگری معروف و شناخته تاجیک بهرام سیفالدینوف می باشد که اخیراً فیلمی هنری پری از پس کوه قاف را روی اکران برآورد. فیلمی مذکور در ژانرهای فوجیه، مسخره و موسیقی روی نوار آورده شده در آن هنرمندانی سرشناس کشور از قبیل نورالله عبداللهیف، دلبر عمرو، گلسار عبداللهیف، امینه تبروا، مملکت زاهیدوا، فتح الله عبداللهیف، مولانا نجم الدینوا، کریم جان غفوروف و دیگران اجرا نمودند. در این دهه سرگذشت های عجایب و غرایب پلو در پیش است. طاقت کنید هم مشروب ببینید. بهرام سیفالدینوف در برابر کارگردانی اینچنین مؤلفی این لایحه را به عهده داشتند و نخستین چیزی که ما از ایشان پرسیدیم چگونه پیدا شدن این ایده بود. سال 2007 هنگام یکی از سفرهای ایجادیم در ناحیه مچوی کوهی، من با مرا با دهه بردن که من در این دهه مثلا توقف کرده این دهه را تماشا نکردن هیچ نمیتوانستم. دهه یک دهه کلاسیکی، یک دهه که سال از قدیم مانده است. تمام عرف و عادت و انعنه‌های ملی، انهمی دهه سازی ما، دهه سازی ما در صورت انهمی دهه آشکار شده ایستاده است. سوالی به میان میآید که خوش دهه وجود دارد، لیکن مردم اون چگونه باید باشد؟ چگونه مردم باشد؟ در داخل این بناها، در داخل این خانه هایی که بالا بالای هم تا به قله کوه رسیده است، طرز زندگی مردم چگونه باشد؟ رسم و رسومش چخیل باشد؟ انهاش چخیل باشد؟ انا همین چیز مرا آرام نمیخواد. نوشتی فیلم نامه در مدی اول کوریوسون نبود. کارگردان نمیدونست چگونه قصه ای را برای مردم این روستا ایجاد کند. حتی چندین کاغذ قربانی این معما شد. صحنه های بود که مثلا من نوشتم و میدروندم میپرفتم، من نوشتم معقول نمیدروندم میپرفتم. شاید که مثلا هر یک صحنه یک ده وریانتی برای من نوشتگی باشم، لیکن که اصلا بهترین شما یافتم، انتخاب کردم و 67 صحنه که در این فیلم نوار برداری شده است همش یک بار نوشته شده گی نیستن، ده ها بار نوشته شده گی هستن و انتخابان این صحنه ها رو برای خودم برای این فیلم گرفته گی هستم. نوشتی فیلم نامه هنوز انجامی کار نبود. نخستین مشکلیه که کارگردان با اون روبرو گردید این مبلغ بود. انیخترش سرپرسته که حداقل تواند خراجات های فیلم رو با او دگیرد. کار تا جای رسید که کارگردان قریب بود از این لایحه دست و دل بکند. زیرا از همین رشتش سر کرده، سردنش سر کرده، تا دیگرش همش مبلغ طلب میکند این چیز. وقتی که مثال موهوش که شما میبروید یک گروهی کلان از مو 65 نفر گروه ایجادی بود. 65 نفر من گرفتم میبرم موبین کدام یک کوه در کوهستان، جای خوب در کار، خوراک در کار، رفت آمد با مبلغ در کار، همش مبلغ طلب میکرد. من برای همین روزی خیلی هم در عذاب بودم، در فکر بودم که
آیا مبلغ پیدا کردم میتوانم یا نمیتوانم با بسیار جاها مراجعه کردم متاسفانه همش با قبلی که بیفایده بود و خوشبختانه در یکی از روزها یک رفیق بسیار نزدیکم نماینده تجارت است گفت که اکوی بارو من میدونم شما اینقدر عذاب میکشید اینقدر مثلا درد دارید شما باید شما ایجادکار هستید شما باید فیلم تهیه کنید بیاید من یاردم میکنم انا همین بودو با مددی انا همون دوست و رفیق نزدیکترین خودم انا همین گریه کشوده شد نوو بسا با همه این مشکلی ها هنرمندان با نقشای خود 6 سال پیش از شروع نوار برداری شناس شده بودند. یعنی فیلم نامه سال 2008 روی کار آمد و نوار برداری فیلم سال 2014 جریان گرفت. فعالیت چندین ساله در تلویزیون و تئاتر برای کارگردان امکان فراهم آورد تا او قهرمان های فیلمش را به آسانی از بین هنرمندان سینمای تاجیک انتخاب نماید و وابسته به قابلیت و استعداد برایشان نقش ایجاد کند. من اصلا قهرمان های خود را می دیدم و در سیمای قهرمان های خودم انا همین هنرمند ها را می دیدم که کی لایق است انا همین نقش رو اجرا کند و مخصوص انا همین نقش ها رو برای هنرمندان نوشته بودم وقتی مثال این سیناریو رو مثال من تهیه کردم من نوشتم بود کردم به واسطه به صاحبانشان آوردم دادم که این از اون نورالله عبداللهیف است غیاث این نورالله عبداللهیف است قدرت خلاچوب این فتح الله عبداللهیف است راحت این دلبر عمرو سوسن این گلسره عبداللهیف فهمیدید؟ هر یک نقش صاحب خود را داشت و دیگر آدم دیگر نباید اجرا میکرد انامی قابلیت انامین هنرمندوی به نظر گرفته آبرز آفریده شدگی است اولا این که در نقش ها اون کس دیده توانستند هر یک نقش رو هر یک هنرمند رو جای خود گذاشتند و البته این برباری های زیادی هنرمند برای بهتر برآمدن فیلم اساسش همین اگر آدم جای خود را افتاد هنرمند در نقش خود افتاد وای بهترین می شود فیلم یعنی که اصلی می براید طبیعی می براید گلسره عبدالله و آمدان گفتن که بهرام صد آفرین به شما چخل این قدر خصیصت و خاراکتری من مثلا اومختیدو این خل چیزا همین آورده با سوسن مثلا پیشنهاد کرده چمو سوسن این من هستم کسی دیگر نیست در فرق از گلسره عبداللهیف و نورالله عبداللهیف نقش خود رو پس از خواندن و تحریر فیلم نامه پیدا کرده نتوانستند بیشتر نقش هم نقش های جدی بودن هم در تئاتر و هم در کینو این کس بودن من غیاث برای تو نوشتم غیاث در نظر من ها کیم کجا مین البته با اکتیار هر نقشی که تیان و باید اجرا کند لیکن من خیلی شبه داشتم که از من غیاس ساختن ممکن است اما کارگردان با این شبه نداشت و امیدانیست که غیاسی آفریدش این تنها نورالله عبداللهیف است حتی هنرمند این رو بعد از چندین سال یعنی تا آغاز نوار برداری هم اعتراف نمود در حقیقت اونجا بهرام همون خصلت های باطنی من کیم کجا حس کرده است همون به قلم آورده است به هر حال و برای من اجرا کردن حتی نقشی که کمکک چی مسکوی دارد چندان دشوار نبود چون که مؤلف علاقه این کار را به جای من اجرا کرده است دلبر عمرو در مورد انتخاب شدنش قصه عجیبی خود را دارد اگر او در اول برای آفریدن نقش در فیلم راضی شده باشد هم اما فاصله که در بین با وجود آمد او را از این فکر باز داشت با من گفتم بهرام جان برای این نقش من پیر شدم یگان هنرمند دیگر را بگیرید من اکنون با وای نقش موافق نیستم بهرام جان چطوره که با اون کس خاراکتری خاص به خود دارند نه تنها شما اینا برای شما نویستگی دلبر جان از روی خاراکتری شما نویستگی
همه خیلی خرسند بودم که همراه دوگانه عزیزم، خواهر، همکورسی عزیزم، بهترین هنرمند تاجیکستان گلسره جان عبداللهی و یک جای می شویم و با امید بودم که مولدم با ما همراه می شوند و کارشان برامد نتوانستند. چون این نقش برای دلبر عمر و بیگانه نبود، چون که سالهاست تقدیری اکثر قهرمانهایش زنهای تنهایند و همیشه کارگردانها میانی او و نقشای آفریدهش عمومیتی را پیدا میکنند. خدا چنان برای بختم قلف زده است که کلیدش را یافتم. مشکل ترین کار است. با بهرام جان ما در تلویزیون خیلی زیاد کار کردیم و گمان میکنم که اون کس با خبر بودند از حیاتی من. برای همین هم خیلی زیاد صحنه های هستند که مثلا شوخی های من، مثلا در تنهایی غم خوری من، مثلا یک مرد مجازی من، مثل مرد بودنم در دقیقه های مشکل ترین خودم رو از دست بوی نمی دهم، مثل خود رو داشته می توانم. بهرام جان از همین با خبر بودن و گمان می کنم که از روی همین هم نقش من با خودم با در حیات چطوری که هستم توام است به هم دیگر. یکی از صحنه‌های کلیدی فیلم که دلبر عمرو را به یاد گذشته دور می‌برد این با فیلم قصه زندانی پویاک رب دادن سرگذشت قهرمان اوز. این ایده چگونه پیدا شد و چرا کارگردان خواست این طور باشد؟ وقتی که بنوار می‌گرفتیم همین فکر به سر من آمد و ما مصلحت کردیم با بهرام جان و وقتی که من اون کس با من راضی شدند، گفتند که من میکوبم، البته میبینم و یافتند همین صحنه و جوانی های ما رو در اونجا نشان دادند. من خیلی خرسندم که تماشابین اول زیبایی ما رو میبیند بعد کلانسالی ما رو. نووبسته با اون که مؤلف و تهیه‌گر فیلم خصلت و خاراکتر گلسره عبداللهی را آموخته این ابراز را مخصوص برایش نوشته است، اما هنرپیشه با این قناعت نمیکرد و همیشه تلاش داشت تا ابراز سوسن را در سطح کسبی اجرا نماید. برای این او غیر از خود باز پروتوتیپ نقشش را از میان دیگر زن ها جستجو می نمود. باید سوسن چگونه باشد؟ اونی که کارگردان علاقه‌ای هستی من، طبیعتی من رو دیده نویسته بودند. از بالای همون من باز هم بایتر گردانیدم ابراز خود را و اون خطر زنی چالاک، جسور، ناترس، قابل و در جمعیت اون خطر لازمی هست و در هر یک کاروباری که نباشد اولین شده اشتراک میکند، اولین شده کمک میرساند و تمامی و به فکرم مشکلی هایی که در همون زمانی خودش هست همون زمانو و اجرا میکند و آسان میگرداند آن مشکلی ها را. ای خلایق، ای تهمت در خانه ما تهمت کرده ای دارم. دوام شب ها بکوی تو نمای برابر هنرمندانی کسبی اینچنین با فیلم صاحب استعدادهای نو جلب شدند، از جمله دو هنرمند نقش اساسی آن واریس و مخبری. این نقش ها را فرهاد خالجانوف و سولتمه اقنظر و اجرا نمودند. متاسفانه سبب در شهر دوشنبه قرار نداشتن این دو نفر در تهیه این برنامه ما نتوانستیم با آنها صحبت داشته باشیم. التیموس دیگر نگویید. اینچنین با فیلم چندی از هنرمندان تئاتری ولایتی موسیقی مسکوی با نام سیدعلی ولیزاده شهر کلوب برو برای دیکتور همان وقته آن امینه تبر و جلب شدند. اینچنین در تهیه فیلم سهم انسامبل اتنوگرافی قراتوغ نیز خیلی نظر است. ما از بیشتر سرودها در میدان سب با طور زنده از جانب ایشان سروده شدند.
ما دوستان عزیز بالاتر گفتیم که ایده نوشتی فیلمنامه در تفکر بهرام سیفی‌دینوف هنگامی سفرشان به ناحیه مسجو پیداشت است. یعنی کارگردان هنگامی سفر از دهه وشبی ناحیه عینی دیدن میکند و میخواهد خصلت و خاراکتر و عرف و عادت باشندگان آن را به مردم پیشنهاد کند. ولی چی چیز بیشتر دقت این کارگردان را به خود جلب کرد و چرا او خواست این دهه را در فیلمش نشان بدهد؟ همش را در ادامه برنامه خواهید فهمید. دور نروید. این خیل آدمون را در یکان دور و زمان کسی در جای ندیده است. حتی کینوچی هم روحش را گم کرده به این طرف نه آمد که گویم تو چی حال داری مردر؟ خیر حالو هم در نشده است. واقعه های فیلم در روستای به عمل می آیند که در آن انسان های گوناگون با خصلت و خاراکتری به خود خاص زندگی میکنند. نسل کهنسال این دهه با خرافات خیلی دوده شده همه واقعه های ناخوش رو با بسته یگان بلا و آفت میپندارند. برای این رو هرچی واقعی در اکران نشان دادن کارگردان رو میبایست دهه رو انتخاب نماید که اون از مرکزی شهر دور جای گرفته نمودی ظاهریش نیز فرق کننده باشد. مکان انتخاب شد. دهه وشب واقع در ناحیه عینی. محیط ما باید نشان باید میدادیم. زیبایی طبیعت خودمون باید نشان میدادیم. کوهستان خودمون نشان میدادیم. آن همون طرز امارت سازی که مردم انتخاب کردگی است، چل که من گفتم حولی یک نفرشون، بوم یک نفرشون است، همینا به معنای تامش نشان دادن است. مقصدی من آن این بود. اون منظره هایی که ساختمان شده است در کنار کوه سنگین جایگیر شده است. در گالیوود و در استودیوهای گالیوود و بالیوود این چیزها رو با مکت میسازند و اون خطر مشکلی ها میکشند و همه اونها سنی است. ولی در فیلم بهرام سیفی‌دینوف پری از پشت کوه قاف همه اش اصلی است. نه تنها منظره بلکه خودی همون اهل قشلاق بهد انسان های خوب مردمی همین خیلی شد که گویا که ما فرزندان یک قشلاق بودیم. دوامی همین یک ماه یک و نیم ماهی که سیانکه می رفت اونجا ما هم قشلاقی ها از یک قشلاق بودیم و از یک چیز تمام قشلاق وقتی نوار جمع می شدن تمام قشلاق قرسک می زدن اونقدر همه ما را خوب می شناختن دستگیری می کردن به همه آنها مینداری خودم را بیان می کنم. تشکر به شمایان. هیچ کس گویا که تشویش نمیداد اون که جای خوابشان فرض کردیم نه چندان چی بود. با وجود این همه ای کار مردمی قشلاق همه کار را میکردن که همین اکتورا ناگان یکان تش چی نکنند. اکتورا هم همین خیلی بودن هنر پیشه هم همه ای کارگرای ما گویا که یک بسته عجایب بود با اهل قشلاق خیلی خوب بود. تایگرانی فیلم کوشش نمودند در برابر تبلیغ مکانهای زیبا منظر تاجیکستان این چونین به هنرهای مردمی نیز دقت اولین درجه بدهند. این است که همه قهرمانهای فیلم خاصه زنها با سر و لباسهای ملی و زر و زیورهای قدیمی تاجیکی در اکران پدید می آیند. من لباسهایی که مثال زنهای ما می پوشند همش در کیناستودیو دولتی تاجیک فیلم دوخته شده است. با تمام المنت های خصوصیات های خاص ملی خودشان. ما از این چیز دور نرفتیم. همون رنگ و رنگی. همون چیه مکن؟ ترهی. ملی لباس دوزی خودمون. ترزی رومال بندی خودمون. همش ملی صرف توجیکی است. اینچونین فیلمی مذکور انعکاس کننده تنظیم رسم و آیین های ملی و احیای هنرهای اجدادی بوده. این را هر یک بیننده به واسطه هنگام تماشای فیلم میتواند که به خوبی مشاهده نماید. در نزد من یعنی با پررگی نشان دادن سنت های اجدادی خودمون بود. توی مرکه ها مثال ازاداری مبارزه با مقابل عرف و عادت های کهنه ای که ضرر آور است برای جمعیت. این چیزهای من نظر بگرفتم و هر یک تای انمی گفتوهای من در فیلم جای خودشان را یافتند. عطر و اوپای قیمت بها گارنیتور آینه این من با چشمان خودم دیدم که در توی توران 15 بخچه سر و لباس زر و زیور. ها؟
او این کس همه این را میبیارند ها؟ حاضر از کجایی هیره گب ها؟ آنایو راست راست حاضر این خیل گب ها نیست؟ هیچ کس نمیکنه؟ وقتی که به خانه یک کسی دیگر شما به خواستگاری میروید و مثال قداش آمده تان این قطر قلینگ و این قطر باری توی رو همین با گردن شما بار میکنند که این چیز در کار، این چیز در کار همش آشکار با این فیلم آورده شده است و عاقبت همین که مثلا دو قدو با هم اومدن نمیتوانند مسئله حل نمیشود لیکن دو دل داده بدون این همین پدر و مادرهایشون مسئله خودشان رو مسئله توی خودشان رو خودشان حل میکنند و خودشان میگویند که انا مرحمت با توی ما بیوید توی ما روز شنبه برگزار میگردد این قدو ها میگه با توی توی روز شنبه از صبح تو در حولی مو برگزار میگردد مرحمت خدا جان نوار برداری فیلم از اخیرهای ماهی مای سال 2014 شروع گردیده تا اخیر ماهی ایون ادامه کرد یعنی یک ماه روند ثبت طول کشید و تهیه‌گران هنرمندان به روز استراحت کار میکردند حضور هنرمندان سرشناس کشور و حجیونگاران ممتاز با ساکنان دهه بشب روح و الهام تازه میبخشید این بود که قریب همه آنها را در صحنه های عمومی فیلم دیدن ممکن است بیایید اکنون در این قسمت برنامه بیننده های گیرومی چیگونه جرایم گرفتنی نوار برداری را تماشا کنید. من از دست این همسایه ها روز ندارم. بسم الله گفتر ناو میخیزی که علاقه آبت قاق میکنن حالا شما ایستید کلنده کاتان شکند الهیم حالا ایستید باز میکنی ای اگر یک بار دیگر همین کارت رو کردی من گوشت رو کنده با دستکت میدیم فهمیدی هشون باچه باز میکنی نه باز میکنی درکت مردم نه تو نبخشی بچه نبخشی گوشه که در سر قدیده می گوشه کم درکت وای مردم من اگر مردک خواهم یک تا خوش میپرانم صد تا مردک آمان گفته پیش پایم میافتن فهمیدی؟ خط عشق و محبت را به شوهر من چی نویست؟ آه من یکون خط حت ننویشتم همه این دروغ؟ یکی از صحنه های کلیدی فیلم که ثبت آن برای تهیه‌گران خیلی مشکلی آورد این صحنه توی بود. برای این قسم فیلم را بنابر گرفتن لازم آمد توی برپا کنند که در آن تنها شاه و عروس ساخته بود و تمام. یعنی یک توی که بیننده ها به طور واقعی جریان گرفتن آن باور کنند. و همین طور هم هست انبوه زیادی آدمان سرود و موسیقی و رقص های زبنده هنرمندان در پیش چشم بیننده یک توی حقیقی را به وجود می آورد. این خورسندی شاید به ارغوشت های دل ربای دل برامر و نمی توانست تا این حد موفق براید. ما هم از هنر پیشا پرسان شدیم که این رقص های زیبا رو تنها به خاطر فیلم آموختن یا اینی صدادشون طبیعی من رقص رو دوست می دارم، من موسیقی رو دوست می دارم و وقتی که موسیقی خوب است در یک جا نشسته نمی توانم. این رو کسی که من رو می شناسد همه می داند. من از باید می دوم جان کنده کندم نمی کنی بردینی به چاره چاره کی در غمت گشته صد باره باره
در این قسمت فیلم ناگهان بیهوش شدن و از اکران دور شدن قهرمان راحت بیننده ها رو به حیرت می آورد و همه ما از این خیلی غمگین هم می شویم. اما بعدن گویا که معجزه روی می دهد و او دوباره به حیات بر می گردد. خود دلبر عمر و نظر اینجا با قهرمانش خیر و خوش کردن رو خوش نداشت. های های نکنم، زنده به زنده برده من حالی می گرانده. اگر من می دونستم که مثلا من در همونجا تمام از دنیا دست میکشم و دیگر در اکران دوام نمیدهم نقش رو بازیدن، من دیگر خیلی میبازیدم، پورا مردن رو نشان میدادم. مثلا ده بهانه گفته یک سالی دراز برای اشکم سیر کنی خانه ای من میبیایدم. گلسار عبدالویو نیز از رفتی ثبت فیلم قصه خود رو دارد و او لحظه خاطرمان رو برای ما نقل کرد. در اینجا هر یک شخص یک خلوص داشت، هر یک کس از چیزی قیمه بود. من خلق دهو چی گونه است؟ در اینجا قدرت خلاچوب این تخلصش بود و یک جن میزنه دو همه دوان به سری وای میرویم و بالای سری قدرت خلاچوب میشنه دو هم شوهرش اکو شوهرش برادری قدرت میگوید که من نشناختی، من یانگه زن غیاس. تمامی وجودش کتین هستیش کتی میخواهد که فهموند که بهوش بیارد. او را جین زده بود و لب و دهانش کج شده بود و گپ زده نمیتوانیست. تو را من یاد کردم باز، تو را فریاد کردم باز. کجایی تو؟ بهاری گلفشان رو با کی دیدی؟ به یادی کیزی زهرا لاله چیدی؟ در دل یک غمی داشت نسبتی شوهر که او را گم کرده است و همیشه به خاطر می آورد که چطور آنها مهربان بودند، چطور آنها هم دیگر را دوست می داشتند و بناگاه این زن از تمام دنیا حیات مان خوشبختی خود ماند. اگر آینه دنیا نما می داشتم من، تو را می یافتم از هر کجایی. تو را باری دیگر من در دلی خود زنده می کردم، با عشقم بنده می کردم، با دلبازی تو را شرمنده می کردم، تو را دیوانه می کردم، تو را افسانه می کردم، تو را خوشبخت می کردم. تو حالا در کجایی؟ مؤلف در سیمای راحت زنی رو تجسم کرده است که نوابسته به همه مشکلی های حیات خود رو از دست نداده است و کوشش میکند بدبختی و غمگینی خود رو به اطرافی ها نشان ندهد. این است که در هر یک توی معرکه او همراه مردم خوشحالی میکند، اما در تنهایی با درد خود است. گوه و همراز و همسازش سطرهای شعر ها میشوند. گلی چیدی؟ جوانی یادت آمد؟ زیمن از سرگرانی یادت آمد؟ با هم پیچیدن و با هم شکفتن قیام زندگانی یادت آمد؟ فیلم برداران خوب می دانند که هنگام تهیه فیلم نه همه نقشه های آنها از روی فیلم نامه صورت می گیرد. ماز بیشتر صحنه های فیلم ها در جرایان نوار برداری بداهتن ایجاد می شوند که آنها می توانند اساس موفقیت فیلم را هم تشکیل بدهند یا ده چند کنند. یکی از همین گونه صحنه ها در این آفریده این با اشعار لایق شیرعلی روی آوردن تهیه‌گران از عنیق‌ترش شعری تو خوشبختی. باید بهترش از خود هنرپیشه میپرسیم که این حالت چگونه جریان گرفت. یک روز روزی نواری همین صحنه بهرام جان به من یک کتابچه میده، یکی کهنه، یکی لایق شعرالی رو دادند و یک شعر دادند، گفتن همین خوند منویسیم. با من خوندم و کمتر کتاب ورق زدم که شعری
تو خوشبختی رو یافتم. بعد با بهرام جان گفتم که ممکن یکمی شعر خونده بینید. شاید این شعر رو استفاده میبریم. اون کس خوندند و راضی شدند. گفتم که خیلی شعر خوب. و من خودم هم این شعر رو دوست میدارم. و با یک حسیات، با یک وجد من این شعر رو خوندم. اگر اخیراً فیلم آفرون ما در تنظیم فیلم هایشون از موسیقی های خارجی استفاده برند، اما این صفت به فیلم مسحکوی پری از پس کوه قاف رب ندارد، زیرا فیلم دارای موسیقی و سرود های ارگینالی و خاص خود است. فیلم ما فیلم موسیقی است، مسحکوی موسیقی است، فوجه مسحکوی موسیقی است و موسیقی یکی از شاخه های اصلا اساسی انمی فیلم ما به شمار می رود و به بستکار نمی شود. بستکار ما دو نفر هستند در اینجا. هم دلیر نظارف در اینجا بسیار خوب انتخاب کرده گستن، خوب نوشته گستن بعضی موسیقی ها رو، بسیار موسیقی ها رو در اینجا حاتمی روشن. یک دهی خوشمنظر در پس کوه قاف بود. فیلم شروع می شود از سرودی هجوی، انکترش سرودی یک دهی خوشمنظر. در افتی فیلم باشد باز بیننده ها امکان دارند دو سرودی دیگر رو تماشا کنند. همه این شعرها از جانب جمشید رومیشگر این شعرها نوشته شدند. این شعرها خیلی هم شعرهای یک اریگنالی به خود خاص هستند. خاص هستند که استاد جمشید توانستند انمو محیط رو یعنی که آفریده توانند، یعنی با عمق انمو محیط فرو رفته توانستند شعرهای بسیار عالی جناب نوشته با ما دادند. پس از انجام نوربرداری فیلم، هنرمند نورالله عبداللهیف برای ثبت برنامه تلویزیونی خود به شمال تاجیکستان سفر میکنند. در ساحل بحر قیرقوم او با یک ساکن دهه وشب و میخورد. این مرد با اصرار از هنرمند طلب میکند که بار دیگر به مهمونی اهل دهه بیاد. نورالله عبداللهیف دعوتشان را با جان و دل پذیرفتند و آنها یک جا با چند ساکن این روستا شومی گواره را پشت سر کردند و اولین چیزی که این نفران از مهمونشان پرسیدند این بود که چرا ما تاکنون فیلم را تماشا نکردیم و شما آن را کی به اینجا میارید؟ یعنی دوستان عزیز، در ادامه برنامه ما از نخست نمایش فیلم برای شما معلومات میدهیم. دادا جون، اوچا جون، من همین خیل گشتن گیرم. بچم، باز چی خیل میگشتی؟ خواهشتا گوی؟ تو خودم به زبان حال نه آیم، نه شما، نه مادرم پروای مرا نداره. با من کی زن گرفته میدهی؟ نخست نمایش فیلم در تاجیکستان سنه 1 اپریل سال 2015 برگزار گردید. بعدن فیلم مذکور را برای نمایش به دهه وشا بردند. ما از استقبال و قبول فیلم از جانب مردم این دهه چیزی نمیگوییم، زیرا کارگردان خودشون به واسطه در آنجا قرار داشتند. نهایت قبول به درجه عالی بود. یک تالار که زیاده از 700-800 نفر سال آدم میرود، باور میکنید از 1000 نفر زیاد آمدگی بودند. این قدر خوش قبول کردن، این قدر عالی بود. بعد بسیار اشتراکچی فیلم ما هم خود باشندگانی انهمی دهه بودن. خودشان رو دیدن در اینجا. همچون اشتراکچی، همچون به صفت اکتیور دیدن، به صفت هنرمند دیدن خودشان در اینجا. بعد خورسند هم شدن که این از دایره مثال همدیه های ما هنرمند هم میبر آمده است. من گفتم در اصل شما هنرمند هستید. سال 2012 سیناریای فیلم مذکور در آزمون بین المللی سیناریای نویسان در شهر سئول کره جنوبی اشتراک نموده شامل رویخط هفت‌گانه بهترین شد. علاوه‌تن فیلم در چندین کنو فستیوال های خارج نیز اشتراک نموده سازوار بهای خوب شده است. از جمله در کنو فستیوال کنو شوک 2018 در شهر آناپا و کنو فستیوال کنو دیتیام در شهر سمارای روسیه. فیلم با افتخارنامه کنو فستیوال کنو دیتیام سرفراز گردانده شده است که در آن چنین آمده است: شما در رشد ذوق بدعی و فهمیش طبیعت کینو در زمیر تماشاگران نورس و جوانان سهمی نظر از گذاشته توانستید و شما موفقیت های بی‌نظیر را تمنا داریم.
فیلم مذکور از جانب سیموهای نمایان ادبیات و صنعت از قبیل گلنظر کلدی، مهمان بختی، جانبک اسراریان و چند دیگر بهای بلند گرفته نظر ایشان توسط روزنامه و مجله ها انتشار گردید. وابسته به تهیه فیلم چندین برنامه های رادیویی نیز آماده و پخش شدند. درست میگوید؟ او بخلا چوبی تو کاری وای چی؟ شد من خودم. نه. ها. نه. ها. نه. مقصد ژانر حجو کمبود و مشکلی های جامعه را به طور شوخی‌آمیز پیشنهاد کردن است. این نکته در فیلم مسکوی پری از پس کوی قاف خیلی خوب نشان داده شده است. یعنی آفریده مذکور گواهی آن است که ما باید پایبند عرف و عادت های نالازمی بی‌منطق نشویم و برای ساختن یک زندگی نو کوشش نماییم. این بود که رعایت تنظیم رسم و آیین، عرف و عادت های اجدادی و احیای هنرهای مردمی در فیلم بسیار ماهرانه و کسبی پیشنهاد شدند. از اینجاست که تیاگران نقشه دارند در دایره سالهای روشی دهات، سیاحی و هنرهای مردمی نمایش این فیلم را در گوشه های گوناگون کشور هرچی بهتر و خوبتر براه مانند. تماشای این گونه فیلم ها در ضمیر نسل امروزه حسی وطن دوستی، ارج گذاشتن به هنرهای مردمی را بیدار نموده و دار می نماید که ما باید از ارزش های ملی خود دفاع نماییم. تهیه چنین فیلم ها و پیشنهاد آنها در خارج مملکت از یک طرف معرفی سینمای تاجیک باشد، از جانب دیگر ترغیب مکان های سیاحی و طبیعت ناتکرار تاجیکستان است. این است که پس از انجام نوربرداری فیلم، این مکان توجه سینماگران خارج را از قبیل قزاقستان، افغانستان و ایران به خود جلب کرد و آنها برای ثبت فیلم هایشان به تاجیکستان آمدند. یعنی اگر تعدادی چنین فیلم ها زیاد شود، ما باز هم میتوانیم از این هم مکان های زیباتر و جالبتر تاجیکستان را به جهانیان معرفی کنیم. برای این چی لازم است؟ تنها توجه و دستگیری سینماگران تاجیک لازم است تا آنها توانند باز هم از این فیلم های جذابتر و جالبتر و پیشنهادی ما و شما نمایند. انجام برنامه اسرار فیلم آفری، برنامه رو من اکبر یار و جمع همکارانم برای شما آماده کرده. تا دیداری بعدی سربلند باشه دوستان، خود را احتیاط کنید. خیر.